اندونزی یک زمین به مساحت بیش از یک هزار متر مربع را برای ساخت موزه زندگی پیامبر اسلام در جاکارتا اختصاص داد. به گزارش شیه به نقل از عرب نیوز، نهادی موسوم به اتحادیه جهان اسلام و موزه تاریخ زندگی پیامبر در اندونزی پیش از این توافق نام را برای راه اندازی موزه و نمایشگاه هایی در مورد زندگی رسول خدا صلی الله علیه و و جهان اسلام در جاکارتا پایتخت اندونزی امضا کرده بودند. تازه ترین گزارش نشان می دهد که یک زمین 100 هزار متری برای ساخت این موزه اختصاص داده شده است. در مراسم امضای این توافق نامه دکتر محمد بن عبدالکریم ال ایسا دبیر کل اتحادی جهان اسلام و یوسف کلا معاون رئیس جمهوری اندونزی حضور داشتند. اختصاص چنین زمینی نشان دهنده قدردانی اندونزی از این پروژه تاریخی اسلامی قلمداد شده است قرار است این نمایشگاه شامل تمام وحش های مهم زندگی حضرت رسول باشد که با آخرین فناوری ها ارائه خواهد شد توافق امضا شده میان اتحادیه جهان اسلام و موزه تاریخ زندگی پیامبر اسلام در اندونزی همچنین شامل توزیع بیش از دویش دارت المعارف و کتاب در مورد زندگی آن حضرت است که توسط این اتحادیه که سه سال گذشته تهیه شده است اتحادیه جهان اسلام پیش از این در یک پیام توییتری نوشته بود موزه زندگی پیامبر و تاریخ تمدن اسلامی دارای باغ‌های بسیار زیبا در یکی از پربازدیدترین مناطق شهر جاکارتا است.